پیدا کردین آقای صدری، آقای سمیعی حضور باشن. ابتدا صحبت کنید در مورد جلسه‌ای که داشتید. والا اومده بودیم یه سری آقای گلمانگی لازم رو برای انجام سفر به تاجیکستان انجام بدیم. یه سری مشکلاتی که اونجا وجود داره متاسفانه بحث زمین تمرین آقای عسکری هم نتونستم ببینن دو روز اونجا درگیر عدم همکاری تیم تاجیکستان، استقلال تاجیکستان برای اینکه بتونیم اونجا تمرین کنیم یه مقدار ناهمخوانی وجود داره که من مسائل اونم فدراسیون کمک کرده باشه که پرسپولیس در این زمینه بالا با تاجیکستان رایزنی کنه. والا نامه‌نگاری شده بود تو فدراسیون، دقیقا اطلاع ندارم که فدراسیون این کارا رو انجام داده یا نه، ولی فکر می‌کنم که خود آقای کامرانیفر اونجور که صحبت شد تلفنی اونجا هماهنگ کرده که مشکلات حل بشه، ولی نمیدونم واقعا تونستم برن زمین رو ببینم بالاخره یا نتونستم. هنوز اجازه ندادن متاسفانه و دارن نمیدونم حالا اذیت میکنن یا بس پروتکل هاست نمیدونم. آقا یه طوری تاجیکستان عمل کرده انگار مهمترین بازی تاریخ فوتبال تاجیکستانه، اینجوری که می خیلی سفت و سخت گرفتن بازی رو برعکس، ولی اینجا فکر میکنم بازی ساده ای ولی عملا میگه به این شکل نیست واقعا. ببینید اولا که فکر میکنم با حضور تماشاچی باشه، خب زمین کمن مصنوعی هم اونجا یه مشکل دیگه است و عدم همکاری، همه این چیزا این نشونه رو و این نشون میده که فکر میکنم اونجا کارمون خیلی سخت باشه و همه رو بسیج کردم برای اینکه تیم ما نتیجه نگیره. این اتفاقات غیر حرفه‌ای متاسفانه اونجا داره اتفاق میفته و معلوم صحبت هایی که با حوای سمی کردم این بود که اینا رو در جریان بذارم و از طریق فدراسیون بتونیم فشار بذاریم برای اینکه این مشکلات برطرف شه. آقای محمدی خیلی صحبت این روز در مورد پست مهاجم و اینکه آقای محمدی نظرشونه که مهاجم جذب شه، یه دیگه میگن مهاجم خارجی، در این مورد صحبت میکنید شما مهاجم خارجی میخواهید جذب کنید؟ والا اسم نمیارم که رو بحث این قیمت ها اینا در صورت تو این شرایطی که وجود داره و باید بریم باشگاه آسیا، خب باید تیممون تقویت بشه قطعا. وقتی صحبت از قهرمانی میشه نمیتونیم دست خالی این کار رو انجام بدیم. به خاطر همین یکی از بحثایی هم که امروز داشتیم همین بود که من درخواست کردم که حداقل کاری که فدراسیون میتونه انجام بده برای باشگاه بدهکار، حالا اون چیزی که صحبت شده بود باشگاه بدهکار نمیتونن بازیکن خارجی جذب کنن، حداقل یه دونه سهمیه بتونن بگیرن که ما با بالاخره دست خالی نریم. ما یه سری مشکلات جذب بازیکن داریم با توجه به حالا بضاعتی که باشگاه ما داره و پولای هنگفتی که باشگاه دیگه دارن، خیلی راحت بازیکن جذب میکنن و بازیکن هم که اومدن اینجا واقعا با عشقشون اومدن برای این اومدن که بالاخره دوست داشتن این تیمه، ولی واقعا نمیشه رقابت کرد با تیمایی که خیلی پول دارن و خیلی راحت بازیکن‌ها رو جذب میکنن. بله، ولی خب متاسفانه ما با توجه وضعیتی که داریم نمیتونیم، ولی این انتظار رو داریم که حداقل فدراسیون یه کمکی به تیم ما بکنه. بالاخره تیمای استقلال، پرسپولیس، نمیدونم تراکتور نماینده های باشگاه هستن، نماینده ایران هستن و باید یه جوری اینا رو تقویت کنیم. ما انتظار آنچنانی نداریم، فقط میگیم یه بازیکن حداقل اجازه بدن ما بگیریم. خودتون هم بررسی کردین آقای گلمانی در مورد اینکه حالا کدوم بازیکن رو میشه گرفت؟ خیلی هم راجبه اسامی نمیخوام، نمیشه الان صحبت کرد، واقعا غیر حرفه‌ایه، ولی در صورت این حق رو داریم که بتونیم یه بازیکن جذب کنیم خارجی. داخلی حالا جذب میکنید سراغ بازیکن داخلی هم گزیناتون هستن؟ هستن بله. فدراسیون جریان انتظاراتی که از شما هست واقعا قرار داره، یعنی خب پرسپولیس 5 بار قهرمان ایران شده و فقط قهرمانی آسیا میخوان هواداران این تیم، یعنی همین صحبتی که میشه آقای فدراسیون واقعا اینو درک میکنه آقای گل محمدی؟ امیدوارم که بالاخره شرایط رو بسنجن. صحبت کردیم خودتون آقای کامرانی؟ من نه صحبتی نداشتم، ولی شما باشگاه آسیا تیمای دیگر رو نگاه کنید، خود الهلال
بابت یه بازیکنش نزدیک 500 600 میلیارد تومان هزینه کرده برای یه بازیکن، اندازه بودجه چند سال باشگاه ماست. و به نظرم باید یه مقدار همکاری بیشتری صورت بگیره و یه مقدار تجدید نظر کنه رو اون بحث بازیکن خارجی که تیمای بدهکار نمیتونن. خب بالاخره این شرایطی که الان به وجود نیومده که از چندین سال پیش با بالاخره مشکلاتی که وجود داشت از قبل ما تو این وضعیت گیر کردیم و انتظار داریم که حداقل میگم بتونن یه کمکی به باشگاه ما بکنن و بتونیم یه بازیکن خارجی جذب کنیم. خب بازیکنای تیم ملیمون نبودن متاسفانه و دو تا بازی تدارکاتی دیگه هم که در نظر گرفته شده تو اون بازی هم نیستن. بدون بازی تدارکاتی واقعا با ناهماهنگی باید بریم اونجا، این چیزی که مشخصه. بالاخره چند تا بازیکن جدید اومدن و انتظار اینو داشتم که حداقل چند روز با ما بازی کنن، یه بازی تدارکاتی با هم داشته باشیم، ولی متاسفانه اتفاق نیفتاد و توی بازی آیندهمون هم نیستن متاسفانه. دستیارانتون هم آقای گل‌محمدی، حالا بسط از عزیزان آقای باقری آقای خامون، شرایطشون یه جوری هست باید تو اردوی تیم ملی شرکت کنن، این چه جوری میشه وضعیتشون؟ نه تو باشگاه خودمون مشغول به کار هستن، یعنی خودمون الان واقعا شرایطی هستیم که به همه نفرات احتیاج داریم، میمونن یعنی آقای خامون هستن؟ بله تو تیم خودمون. دلیل همین که آقای باقری هم حاضر نشدن توی اردوی تیم ملی همین موضوع دیگه، چون خودتون فکر کنم نیاز دارید بهشون. بله 100% ما توی شرایطی هستیم که بالاخره دوران بدنسازی و کارهای زیادی داریم که باید انجام بدیم و آقای باقری آقای خانبان کنار تیم ما هستن. همچنان هستن یا این که تو بازی با سوریه از فردا چون دوره جای تمرینات فعلا که هستن. خیلی ممنون.